یوحنا فصل 14. دلهای شما پریشان نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیار هست، اگر چنین نمی بود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: هی خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناختی؟ هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت، به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. به یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من میکنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتر هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر میروم و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید، اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد، ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. پس از اندک زمانی دنیا دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد، و هر که مرا دوست دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوتی، از او پرسید: ای خداوند، چرا میخوای خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست، بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقت هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من می روم
ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید، از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون پیش از این که این کار عملی شود، به شما گفتم تا وقت واقع می شود ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم، زیرا سردار این دنیا می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد. اما برای این که دنیا باید بداند که من پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.